روز من یک کتاب خیلی جالب را خواندم، یک جمله خیلی جالب. من می شعر میگم براتون که در سخنرانی شاید کل سخنرانی تاثیرگذار نباشه، ولی یک جمله تاثیرگذار باشه. گفت کسی که در معاملات دنیوی خود یک ساعت قبل از موعد کاری یا آغاز کار را آغاز میکنه و یک ساعت کار را به تأخیر میاندازه، یعنی از همه مردم کرده اخیر کار خود را بسته میکنه، این در حقیقت شبانه روزی عزیب 35 ساعت است و سالی عزیب 420 روز هست. گپ گرفته شد؟ یعنی یک ساعت پیش کار را آغاز میکنه. مثلا امروز شما یک ساعت یا دو ساعت قبلتر از هزارها مردم از خواب خسته این و بلند شده این. شما دو ساعت از اونها مقدم هستین. شما دو ساعت از اونها پیشرفته تر هستین. پس امروز هر شکستی که در خانواده دیده میشه، در جامعه دیده میشه، در ولایت دیده میشه، در کشور دیده میشه، در امت دیده میشه، خود ما را باید متهم بسازیم. از ماست که بر ماست، از دون همتی ما هست. به طور مثال یک محصل یا متعلم 12 سال درس میخوانه، اما روزی که امتحان سالانه صنف 12ش باشه چی هدف داره؟ انتخابش چیست؟ بچم نمیفهمم. جالب نیست، نمیفهمم، اصلا خبر نداره که من از چی خاطر درس خواندم، زندگی من با خاطر چی بوده، این 12 سال من مکتب خواندم از چی خاطر بوده. این دون همتی هست. انسانای بلند همت هدفشان میفهمیم چیست. ابن قیم رحمه الله میگه انسانهای بلند همت با کمتر از وصال الهی راضی نمیشن، نهایت هدفشان رسیدن به الله هست. یعنی بلندترین همت هست. از این که در همت بلندگی وجود نداره که یک انسان هدفش در هر معامله یا در امورات دنیوی و اخروی فقط رسیدن به الله باشه. از این پایینتر همیش دون هست. نزد یک مسلمان و یک مؤمن واقعی از این پایینتر همیش دون هست، پست هست. گاهی اوقات در بین دوستای مذاکره میشه، یقدر فکر کوچک فکرتان است، یقدر فکر کوچک. اینه به اصطلاح خود ما و شما، این خیلی فکر کوچک است که یک انسان با کمتر از وصال الهی راضی میشه. میگه خدا اگر راضی نشد یک کار دیگه خود میشه خدمت خود به دین میکنم. یعنی چی دیگه؟ خدا اگر راضی نشد، اگه این نشد ای، اگه این نشد ای، اگه این نشد ای. ولی اگر هدف خصوصی و شاخص نداره که میگه این هدف را میرسانم خود را به هر عنوان که شود، با وجود ناملایمت ها و مشکلات ها به این کار خود را من میرسانم و انسان ها را میرسانه الله متعال. به یک مثال را برای شما تشبیه بکنم. انسان دون همت و بلند همت مثال پرنده ای را داره. دو پرنده ای را، یکیش پرواز میکنه به بالاها و بالاها، یکی که پرواز میکنه بالا خوب بلند میشه، بلند پرواز هست، از شکاری های روی زمین نجات مییابه، کس شکارش کرده نمیتونه. اگر دشمن هر چی زحمت بکشه شکارش کنه نمیتونه، چون که خیلی بلند است، واسش نمیرسه. لاشخور نیست که پایین باشه، بلندها بلند میره، بلند پرواز هست، از کمین هم در امان هست، از دام هم در امان هست، از همه مافوق خود را کرده او چیزایی که پایین تر از دیگر پرنده ها، از او که بالا و بالا و بالاتر هست. این مثال انسان های بلند همت هست، هرگز شکار نمیشن. اگر شکارم کس کنه به این نمیرسه، هر چی زحمت بکشه نمیرسه. دون همتش کدام هست؟ مانند پرنده هایی که در پایین ها پرواز دارن، شکار دام هم میشن، خوراکشان هم لاش ها هست، به این پستی های خود پرواز دارن. این انسان های دون همت همین قسم هست. ولی در همت ها برخی مردم با هم فرق داره. این خوب دقیق متوجه باشیم. گاهی اوقات ما میگیم من خیلی بلند همت هستم، اما او فقط یک خواب هست، یک رویا هست، یک خیال هست. به اصطلاح غزنیچی یک خیال پلو است. برخی مردم فقط با زبان خواسته های بزرگ دارند. زحمت میکشم بخیر، طب معالجوی کامیاب میشم. طب معالجوی کابل بلندترین نمره باید کار داشته باشه و بلندترین نمره را کار داره، اما شب ساعت 8 میخوابه، صبح ساعت 6 بلند میشه. این خود را گل میزنه، این خود را فریب میده. برخی مردم فقط روی زبان همتشان خیلی بلند است، این تو کار میکنم، فلان میکنم، فلان میکنم. به حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. این بی همت نیست، این خود را گل زدن هست، خود را فریب دادن هست. برخی مردم دنبال خواسته های بی ارزش هستند. همت دارن اما همت خود را به چیزهای بی ارزش صرف میکنن. اینا هم به دو دسته تقسیم میشه. یک تعدادشان دنبال مطالب پست هست، بیهوده، بیفایده، بی معنا. مثلا تمام هم و غمشان خوشگذرانی هست، فقط خوشگذرانی، خوشحال باشم دیگه، هیچ مشکل. خانواده، پدر من است خانواده، دیگه من چی مسئولیت دارم؟ همسنفی ها اول نمره هست، دیگه من چی مسئولیت دارم؟ نهاد دعوتی فلان سیب است، دیگه من چی ضرورت دارم؟ ای هم خود را گل زدن هست. یا یک تعداد از این بالاتر برای که او در مسجد وجود نداره، همتشان فقط دنبال خواهشات و رسپیگری و جنسیت بازی و گپا هست. تمام همتشان به می چیزا مصرف میشه، تمام انرژیشان به می چیزا مصرف میشه. ولی یک تعداد انسان ها هست که باز خیلی بلند هستن، خیلی بزرگ هستن. کاری که با زبان میگه و در عملش دیده میشه. مگه من این کارا میکنم باز انجامش میده. اگر امیتو نباشیم باز مثل امو انسانهایی میباشیم که فلسفه وجودی خود را از دست دادن. یعنی چی؟ که موجودیت ما به خاطر چی هست؟ اکثریت جوانها فکرشان نیست که من به خاطر چی زنده هستم. این فلسفه وجودشان که از چی خاطر ما در دنیا آمدیم هیچ اصلا نمیفهمیم. بودن و نبودنشان یکسان هست. اگر نباشه کس جستجویشان نمیکنه، اگر باشه کس با اونها مراجعه نمیکنه. این تو یک انسان بی حیثیت و بی آبرو میشه. این پس همتی خود ما هست. به طور مثال در خانواده به اون اندازه کار نمیکنیم که موجودیت و عدمش برای اهل خانواده یکی است. باشه و نباشه هیچ تاثیرگذار نیست در خانواده. موجودیتش در جامعه، عدم موجودیتش یا موجودیتش هیچ عادی هست. این منوط و مربوط به بلند همتی و دون همتی میشه. به هر اندازه‌ای که انسان بلند همت باشه او هم در نزد الله جایگاه داره و هم در نزد مردم جایگاه داره. ابن قیم رحمه الله میگه تعجب میکنم به این همت ها. بعضی از همت ها آنقدر بلند هستند که به عرش آویخته هستند. گفتم رسیدهشون به الله هست. بعضی ها به اندازه پایین است که در گندگی های شکم میگردن. گندگی های شکم، در بدبویی های شکم میگردن. بعضی ها خود را آویخته به عرش پروردگار کردن. یعنی فقط هدفشون رسیدن به الله هست. بعضی ها فقط خوردن، نوشیدن، خواهشات، ازدواج، خواب، درس، بس خلاص. یعنی یک هدف دون هست. بین بلند همتی را از غلام رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاموزیم. ربیعه بن کعب یک روز ربیعه را رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یا ربیعه سلنی، از ما سوال کن، از ما شما و کس ما را یک بزرگ امیتو بگو، یک ثروتمند، قدرتمند، یک شخصیت با نفوذ اجتماعی و نفوذ، اگر ما را امیتو گپ بزنه در این تو وقت مردم میگه یک چوکی اگر زمینش مساعد شد خوب میشه. این غلام هست. رسول الله برش میگه که سلنی یا ربیعه، از من سوال کن. چرت میزنه که من رسول الله گفته که از من سوال کن. سوال عادی نیست و پاسخ عادی کار نداره که عادی ما بگذارم که یا رسول الله یک کمی همکاری که قدمه، یک کمی اقتصاد ما ضعیف است. نه، اسألک مرافقتک فی الجنه یا رسول الله، رفاقت تو رو در بهشت کار دارم. غلام یک قدر هدف بزرگ، اسألک مرافقتک فی الجنه. بعد از با زبان نمیشه، نگفت که درست است دیگه تو رفیق ما شد در بهشت، گفت فاعنی بکثرت السجود، گفت در این مورد مرا با سجده های طولانیت، با کثرت سجدهت مرا همکاری کن. در اون صورت که کثرت سجده داشته باشه، بیشترین سجده ها را تو جا بگذاری، تو رفیق ما در بهشت هستی. این بلند همت گفته میشه از غلام یاد بگیریم. بعضی کسا از دیدگاه جسم خود خیلی کوچک هستند اما خیلی بزرگ هستند. بعضی کسا به اندازه بزرگ هستند که از موقعیت زمانی یا از اندازه عمر خود بیشتر زندگی میکنند. بعضی کسا عمرشون 70 ساله هست اما در 20 سالگی وفات کردن. گپ گرفته میشه. بعضی کسا 20 سال زندگی کردن، 20 ساله هستن اما زندگیشان را که محاسبه کنی 140 سال زندگی کردن، 200 سال زندگی کردن. مثال براتون میگم. سعد بن معاذ ان شاء الله در 30 سالگی مسلمان شد، در 37 سالگی به شهادت رسید. چند سال زندگی کرده؟ 7 سال زندگی کرده. وقتی که وفات میشه با شهادت میرسه، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای صحابه میگه اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. عرش رحمان به لرزه در آمد به خاطر موت سعد ابن معاذ، مرگ سعد ابن معاذ. این 7 سال چیکار کرده؟ ما در 7 سال خوردن خود را یاد نمیگیریم. و در 7 سال با مرگشون عرش پروردگار را به اهتزاز در میارن. و با 7 سال زندگیشون امت را به اهتزاز میاره. با 7 سال زندگیشان، ما با 7 سال 70 سال زندگی خود را وادار به این کردن نمیتونیم تا قدم بگذاریم به طرف مسجد. بس پیروزی امت را میخواهیم، قدم بگذاریم به تو جلسات دین، 1 قدم و 2 قدم بگذاریم، باز پیروزی امت و خانواده و جامعه و ملت را میخواهیم. این خیال است و محال است و جنون به این ره که تو میروی به ترکستان هست، خود را فریب دادن هست. والله نمیرسی. بلند شو، حرکت کو، با انرژی و سلام بده، محبت کو، مهربانی کو، حرکت کو. امروز روز آغاز هست، افسوس میکنی، پریشان میشی، ذلیل میشی، پس میشی که امروز ذلیل شدیم، پس شدیم. امروز که حکومت های مستبد بالای ما حکومت داره به خاطر دون همتی ما هست. امت اسلامی یا مسلمان ها اینقدر ذلیل نبودن. عمر با شمشیر میده خود، با پای برهنه خود زیر درخت خواب سرام و فرس در تکان و لرزه هست. بالشت و تکیش به اصطلاح نعلینش است، چپلقایش از زیر سر خود گذاشته خواب است. مشرکم که از پهلویش تیر میشه میگه عدلت و نمت، عدالت کردی که تو آرام خواب کردی. ابو هریره رضی الله عنه میگه پیامبر صلی الله علیه و آله امروز برای ما گفت که از من مال نمیخواهین. ابو هریره میگه رضی الله عنه گفت از من مال نمیخواهی ابو هریره؟ گفت نه یا رسول الله، از اون چیزایی که از خدایت یاد گرفته به ما آموزش بده. بلندترین همت این میره گفته میشه، علو همت همی هست، چیزی که از خدایت یاد گرفته به ما آموزش بده. این سوالایی که صحابه از رسول الله میکنه یا رسول الله صحابه میکنه و جوابایش میبینه. عبدالله بن عباس یک روز رفیق انصاری خود را میگه بریم از اصحاب رسول الله حدیث یاد بگیریم، قرآن یاد بگیریم، تفسیر یاد بگیریم. این رفیقش به عبدالله بن عباس میگه صحابه زیاد است، به تو هیچ حاجت نمیشه. امروز هم خیلی مردم میگن طب معالجوی رو شروع کن، دکتر خیلی زیاد است. انجینیری رو شروع نکن، انجینر آنقدر زیاد شده. تو قدر فکر ضعیف داره که او تو دکتر شده نمیتونه که فوق همه دکترها باشی. اینقدر ضعیف هستی. تو اینقدر ضعیف هستی که اوقدر ترس داری که شاید من مثل دیگه انجینرها نباشم، از او که باید فوق و بالاتر باشی. ای که ما از این ترس داریم که من والا دیگه نمیخوام کورس ها زیاد است، کورس شروع نمیکنم. قارس مونی بلاک کورس شروع کرده به طور مثال. ما یک جای دعوت را آغاز نمیکنم، دعوتگرا زیاد است. تو اینقدر ضعیف هستی که نمیتونی که فوق از او دعوتگر باشی، فوق از او انجینیر و دکتر و فلان حتی دهقان باشی. عبدالله بن عباس رفیق خود را تنها گذاشت. این رفقا هست، از این رفقا خود را دور کنند که تو نمیتونی. لذت کار در اون جای هست که مردم بگه تو نمیتونی و تو انجامش بده. اون جای خیلی لذت بخش است. بعد از او عبدالله بن عباس میره به یک صحابی، به دیگه صحابی، به دروازه، حتی پهلوی دروازه های صحابه میخوابه و که صحابه از دروازه خود برای ما یک حدیث رسول الله را زیاد بگیرن. برجزاری میکنه عضو میکنه که آیا توی حدیث الرسول شنیدی؟ گفت آه. گفت به من یاد بده. بالاخره وقتی میرسه که وقتی که در تفسیر سوال میشه بدون عبدالله بن عباس دیگه کسی نیست که جواب بده. مفسر القرآن باید جواب بده و کی است؟ عبدالله بن عباس رضی الله عنهما. و رفیق انصاریش گفت والله راست گفته بودی. یک وقت به خیر میرسه که باز گفته راست گفته بودی. میگه پات خو راست بود. وقت که او رفیقت به بلنده ها ببینه که عبدالله گونه زندگی میکنه و تو رفیقش وری پست گونه زندگی میکنه باز دردت میگیره که افسوس افسوس کاش که اموخت می کار را اقدام میکردم. هیچ وقت برای آغاز کردن دیر نیست. روز روز آغاز هست. ولی ما فکر میکنه که با یک ساعت مطالعه حق معدا میشه. یک ساعت مطالعه کردم یک روز یک ساعت مطالعه میکنم چقدر خوشحال میباشیم. والله امروز خیلی بلند همتی کردم. یا یک تعداد مردم میبینیم با دعوت یک نفر در روز میگم من مسئولیت خود ادا کردم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه که مسلمان میشه صبح به طور مثال مسلمان شد، نماز دیگر نزد رسول الله صلی الله علیه و آله میگه یا رسول الله امروز دستمزد 5 صحابی هست، از صبح تا دیگر 5 صحابی از عشره مبشره ابوبکر صدیق با دست ابوبکر صدیق مسلمان شده. دستمزد ما امروز یا رسول الله ما را ببخش که امروز دستمزد 5 صحابی را مسلمان 5 شخص را مسلمان کرده. اون از عشره مبشره هست. همین 10 نفری که بهشت بشارت داده شده از ابوبکر گرفته، ابوبکر، سعد، سعید، طلحه، زبیر، عمر، عثمان، علی، طلحه، عبدالرحمن بن عوف، اینها 5 این صحابی در دست ابوبکر صدیق مسلمان شده. در یک روز دستمزد یک روز ابوبکر اینمی هست که 5 نفر مسلمان میکنه. دستمزد ما چی است؟ که در 5 وقت نماز روزانه یک شت جماعت میخوانیم. این دستمزد ما هست. باز میگم امت اسلامی چوری تا عقب مانده. گله نکنین از مردم. یا یک تعداد مردم برای تحصیل علم فقط یک چند نوار چند تبلیغ گوش کنند که بس کفایت میکنه. ما عادت ما روزانه یک 3-4 تبلیغ گوش میکنه. عادت ما امو هست که باز ترامپ یک جای نشستگی است متکبرانه برای ما میگه در یک هفته از بینتان میبرم. کس گپ زده نمیتونه. ارگ برش میگه ما وضاحت میخواهیم. برای ما وضاحت بده که در مورد افغانستان چی گفتی؟ 3 روز بعد میگه در 3 روز بینتان میبریم. 3 روز بعدش وضاحت داد گفت قبلا یک هفته گفته بودم بعد از وضاحتش این بود که در 3 روز از بینتان میبرم. از نقشه دنیا گمتان میکنه. باز یکی از منبر صدا میکنه، یکی از وزارت صدا میکنه، یکی از ریاست صدا میکنه، یکی صدا میکنه که اشتباه کرده او خبرم نمیشه، از فیسبوکشم خبر نداره که در فیسبوک یک چیز اعلام کرده که ما یه نیکوهش میکنیم. نه نیکوهش چیز نمیشه. بلنشن که مردم رفت حرکت کنند. اما یک گپ فراموش نکنند. شما شاید بگوین بعض مردم روز ما در فیسبوک چیز نوشته کردم، یک عیسوی در فیسبوک امرای ما است، یک عیسوی هر کامنت زشت میده مسیحی است. ما در مورد چی نوشته کردم؟ در مورد مسجد نوشته کردم، گفتم تا صبح به مسجد آمدن نمیتونه. یعنی یک چیز نوشته کردم شاید بعضی کسا دیده باشه دیگه، جملهش فراموشم شده. من نوشته کردم شما هنوز مردم در فضا هستید، یکی فلان در کجا هستید، یکی در کجا هستید، هند در کجا هستید، آمریکا در کجا هستید، شما هنوز در جستجوی رضایت خدا هستید. نعوذ بالله من ذلک. همین یک روز یک شخص در مجلس داخل شده، یک استاد صحیح البخاری درس میداد. یک دشمن به اصطلاح یک یهودی صحیح البخاری یک میده که یک عالم درس میده، یک عالم مسلمان. گفت مردم در فضا بلند شد شما صحیح البخاری میخوانید. گفت تو از یک مخلوق به دیگه مخلوق رسیدن، ما میخواهیم از این مخلوق به خالق خود برسیم. این توستی که نه به مخلوق رسید و نه به خالق رسیدی. او از مخلوق به یک مخلوق دیگه رسید، از این زمین به آسمان رفته. ما میخواهیم از مخلوق که کتاب هست به خالق خود وصل شویم. ما هم میخوایم از مخلوق که اینجا نشستگی هستیم گپ میزنیم به خالق خود برسیم. میرسیم ان شاء الله. این تو معاندین باز اجازه ندید و تشویشم نکنه که مردم تو نقد کنه سر ما. اما بلند همت باید باشیم. امروز نوع تکنولوژی خود پس ما نمیره قبول کنه. یه باور داشته باشه. رو بپذیرید. طبقات همت در افراد فرق داره. یک تعداد مردم است که حتی نیازهای خود را برآورده کردن نمیتونه، حتی یک لقمه نان خود را پیدا کردن نمیتونه. این را در جلسه گذشته هم گفتم. بعضی مردم میگه میگه دیگه افغانستان درس نخوان، درس چی به درد میخوره؟ لیسانس شده، ماستر شده، دکتر شده، کار برات پیدا نمیشه. تو چقدر ضعیف هستی که لیسانس هم خوانده، ماستر هم شده و دکترا هم شده، یک کار برات پیدا کردن نمیتونه. اما قدر ابتکار نداره که یک کار خلاقیت بکنه، ابتکار بکنه، پیدا بکنه برات، جور بکنه. این اشتباه هستی گپ میگه کار درس نخوان که کار برات پیدا نمیشه. تو چقدر ضعیف هستی که همین قدر ابتکار دهید 20 سال 25 سال درس برات پیدا نشه. من یک کار برای خود خلق کنم، یک کار برای خود پیدا بکنم، نیازهای خود رو برآورده کردن نمیتونم. یک تعداد مردم قدر پست همت است. یک تعداد مردم نیازها رو برآورده کردن میتونه ولی با کمکاری. یک دفعه میگه میشه، یک دفعه میگه نمیشه، یک دفعه میگه سخت است، نه که کارو نکن، نمیشه، امکان پذیر نیست. این انسان هم به جای نمیرسه. یک تعداد انسان ها بلند همت است اما راه و روشش را نمیدانه، راه و روش دعوت را نمیفهمه. امروز برای من در کامنت یک کس نوشته کرده میگه تو چرا جهاد نمیکنی؟ خودش در خانه شاید سر تخت سنگ نشستگی باشه، در زمستان کامنت داده بود. از زیر کمپل میگه مرا میگه تو چرا جهاد نمیکنی؟ شما چرا در مورد جهاد گپ نمیزنه؟ ما ایره باور داریم که جهاد فرض خدا هست. همین قسمی که نماز فرض است، همین قسم جهاد هم فرض است. ایره باور داریم. اما اون مردمی که حی علی الصلاة را لبیک نمیگه، یک تعداد مردم همیشه شما را نمیگه. اون مردمی که ملتی که حی علی الصلاة را لبیک گفته نمیتونه حی علی الجهاد لبیک خود گفت. تو وقتی که اینها را عقیده اینها را نسازی، اینها را مفکوره ندی، دشمن را به اینها معرفی نکنی، اینها به سنگر جهاد رفته میتونه. ایتو نمیشه. راه و روشش رو باید بفهمی که امروز چی ضرورت است، چی نیاز هست. امروز اگر من در سنگر جهاد برم، تو در سنگر جهاد بری، او در سنگر جهاد بروه، این سنگر مسجد به کی میمانه؟ سنگر پهنتون به کی میمانه؟ این سنگر مدرسه به کی میمانه؟ سنگر طبابت و انجینیری به کی میمانه؟ بین قرآن بخوانیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. چرا یک تعداد مردم پیدا نمیشن که تفقه در دین حاصل بکنن؟ ما به خود فریب نمیدیم که ما علم حاصل میکنیم. بعضی مردم گفتم روشش را نمیدونیم که روش دعوت یعنی چه قسم دعوت کنم. این تو فکر میکنیم که سر مردم چیغ زدیم، فریاد زدیم، خب با احساسات صحبت کردیم، میگه سخت عالم برجسته هست، این تو با جرأت هست. این جرأت گفته نمیشه که ما از اینجا مرگ با آمریکا بگم خبرم نشود. بارها مرگ با آمریکا گفتیم. با این چیز مرگ با آمریکا نمیشه. ببین به آمریکا رو چالش بدیم که ما در تکنولوژی خود با تو خود را میزنیم. با مرگ چیز نمیشه. ولی اگه خبرم باشه، شاید این تظاهرات را که ما میکنیم شاید اونها ایجاد کرده باشه. آزادی بیان تظاهرات کنین. به جای جهاد تظاهرات کنین که کمی احساساتتون کمی پایین شوه. یک دو دانه مرگ بگین که جهاد باز نکنین. این خود درس است. اما برخی از مردم پیدا میشه در همت ها در ابتدا یاد آوردیم که از موقعیت زمان خود، از اندازه زمان خودم زیادتر زندگی کردن، محالات را ممکن میدانه، محالات را ممکن میدانه. ما مثال براتون میگم. امروز مردم خیلی ناامید است، میگه صلح نمیایه. اما آتش بس 3 روز دید، یک چقدر شما شنیدین یک مرمی فیر شد در آتش بس 3 روز. این سال گذشته بود. چی وقت بود ناامید؟ چرا قدر ناامید هستیم؟ یا آمریکای جنایتکار از یک کشور میره با هم پیمانایش و ناتو هر کسی که هست از یک کشور میره، یک زمان باز کنار هم میایم. یا افغانستان بلند است، از افغانستان مردم هراس داره، خود را دون همت نگیریم. ما بلند هستیم، بلند بودیم و بلند هستیم، خواهیم بود. و ترامپ از اوج اخطار میده، اخطارش امکان پذیر نیست که کار عملی شود. و گمانم از انگلیس و شوروی آمریکا ترس نگرفته. خیلی مردم آمادن بر خاطر نابود کردن افغان ها، خودشان نابود شدن. افغان ها هنوزم زنده هست. اقدر پس همت نباشیم که نمیشه، ناامید باشیم. لا تیأسوا من روح الله لا تحزن ان الله معنا. هیچ ناامید نباشیم. فواید بلند همتی چی است؟ چی فایده داره که ما بلند همت باشیم؟ یعنی چی؟ یعنی ما بلند همت چی فایده داره؟ کسی که بلند همت باشه به انجام رساندن کارهای بزرگ خیلی برش آسان است. کارهای بزرگ خیلی به آسانی انجام میده که دیگه مردم رو خیال فکر میکنه که خیالی است، امکان نداره کار. ما باز گاهی اوقات میگیم ببین کارو کنیم، نه امکان نداره کار. تو کار خیلی دور است. برای ساختن یک امت باید چند نسل تربیت شود. برای ساختن یک امت باید چند نسل تربیت کن تا یک امت ساخته شود. اما اگر بلند همت باشی از یک نسل تو امت میساز، مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم، از نسل کافر، از نسل مستبد، از نسل شرابخوار، از نسل که شراب میخوردن، زنا میکردن، قتل میکردن، در مقابل یک دیگه خسته بودن. یکیش ابوبکر میسازه، یکی عمر، از یکی سعید، از یک سعد، از یک طلحه، از یک زبیر، همه ایشون رهبرای امت اسلامی میشن. از یک نسل امت ساخت، از یک نسل. ما میگیم نمیشه، اما میشه. میگه با یک گل بهار نمیشه. گاهی اوقات مردم میگه یک گل بهار نمیشه. خانه ارقم یک گل در خانه ها هست، بهار نشد تمام دنیا از یک خانه ارقم. به انجام رساندن کار بزرگ خیلی برشان آسان و ساده است، میشه. همیشه بگین در یک موقعیت مردم رو امیدوار بسازید، امکان داره. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله وفات کرد، گفت ما در مقابل مرتدین جهاد میکنم، در مقابل کسایی که منکر زکات شدن، زکات را نمیپردازن، جهاد میکنم. بعضی صحابه در مقابلش گفت تو قدر امت خود را میزنی؟ گفت والله العظیم قسم اینقص الدین و انا حی، آیا دین ناقص باشه و ابوبکر زنده دین ناقص شه و ابوبکر زنده باشه؟ در دو سال مکمل مردم را قانع به این ساخت که باید منکر زکات نباشند، قانعتان میسازم. همهشان را شکست داد ابوبکر، اما در محاولش یک تعداد نفر بود، گفت تو نمیتانی، تو نمیتانی. رسیدن به مراتب عالی دوم هدف از همت بلند است، یا ویژگی انسان های بلند همتی است که به مراتب عالی به زودترین فرصت میرسند. کسی که همت بلند داشته باشه هم در دنیا و هم در آخرت، انسان ها جایگاه ویژه نسبت به دیگه مردم دارند. مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم، حذیفه میگه یک روز در پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک شب پشت رسول الله نیت کردم، نماز میخواند، از پشتش نیت کردم، گفت سوره بقره در تلاوت شروع کرد. در بین شب، در داخل بطن شب، سوره بقره در نماز شروع کرد، 100 آیه را خواند. گفت خواندم میرفت، رکوع نمیکرد. ما گفتم شاید در 100 آیه رکوع بکنه. گفت خان از 100 آیه گذشت. گفتم شاید در اخیر سوره بقره که 286 آیه 285 آیه هست، شاید دوجه توقف کنه رکوع کنه. گفت او را هم خوان. گفتم شاید سوره آل عمران را بخونه و رکوع بکنه. گفت او را هم خواند. گفتم شاید در اخیر سوره عمران توقف کنه. گفت سوره نساء هم خوان. دیگه آیه رسید که فکیف اذا جئنا من کل امه بشید. گفت دیگه بگریش به رکوع. شما خود گفتیم تو خاص پیامبر قسم میکنه، مخ پیامبر شدن نمیتونن. بعضی مردم میگن پس همت مخ پیامبر شدن نمیتونن. درست است که وحی بالا شما نازل نمیشه، اما شما خو امت پیامبر هستین، الگویتون خو پیامبر است. یک عالم هند به نام گجرات، این دمی قرنها وفات کرده، میگه شب بلند میشد. دیروز زیر بیوگرافی خود قصه کردم، دیشب در نماز، هر شب عادتش در نمازی بود که 7 جز قرآن کریم در نماز تلاوت میکرد از طرف شب. درس به حافظای قرآن کریم است از طرف شب. بعد از که تلاوت میکرد در نماز 7 جزء قرآن کریم را، هر شب عادتش بود. بعض برای نماز صبح منتظر میشد، بعد از نماز دعا میکرد، بعض برای نماز صبح منتظر میشد، بعض نماز را در جماعت ادا میکرد، بعد از دعا میکرد، ذکر میکرد، از کار میکرد تا نماز اشراق. نماز اشراق را میخوان، بعض تدریس بود تا خود یک بجره، ساعت یک بجره تدریس، علوم تدریس کردن برای مردم. بعد از او میرفت در خانه نان میخورد، بعد از نان برمیگشت پاسخ به سوالات شرعی عامه مردم تا به نماز شام. نماز شام پس در خانه میرفت، در خانه میرفت تا ساعت 12 شب 11 شب مطالعه میکرد، بعد از او باز میرفت در فامیل خود، در حق فامیل خود میرسید. این تو مردمای وجود داره، با خواب نمیشه رسیدن به یک هدف، با یک رویا، با یک آرزو. این مردم خیلی مردم آرزو داره که آرزو دارم، این تو شو آرزو دارم، با آرزو چیز نمیشه. رسیدن به مراتب عالی، پیامبر میبین به کدام مرتبه رسیده، که جای رسیده که جز خدا دیگه کس او را دیده نمیتونه. حتی با جایی میرسه وقتی که به سفر معراج میره، به یه جایی میرسه که جبرائیل میگه تو برو دیگه که من رفتن نمیتونم، تو از بلند همت ها هستی، من به اندازه تو همت من بلند نیست. میره که با ملاقات پروردگار خود ملاقات میکنه. در اختلاف است که پروردگار را دیده یا ندیده، به اون اندازه خود را میرسونه که روبروی الله بلا كيف چیزی که کما یلیق بشأنه با الله تکلم میکنه، گپ میزنه، ملاقات میکنه. سوم، اجتناب از امور بیهوده. کسی که بلند همت باشه از امور بیهوده اجتناب میکنه، با کارهای بیهوده مصروف نمیشه، با کارهایی که اصلا فایده نداشته باشه. ابن قیم رحمه الله خیلی یک جمله زیبا میگه، ما میگه تأسف به او انسانهایی که درازی شب را با قصه گویی کوتاه میکنند و درازی روز را با تفریق کوتاه میکنند. تفریق در اسلام ممنوعیت نداره. سیروا فی الارض، سیر کنن، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، ارض الله واسعا فتهاجروا فیها. روز را با تفریق کوتاه میکنیم، شب را با مجلس ها کوتاه میکنیم، در حالی که صحابه روز را با تدریس و خدمت کوتاه میکردن، شب را با عبادت پروردگار کوتاه میکردن. گفت تعصب به تو انسان های. چهارم، صاحب همت بلند در بین اطرافیای خود مورد اعتماد هست. شخصیت با اعتماد هست، مردم سرش اعتماد داره، باور داره. اگر پس همت باشیم که یک انسان بگه من این کار میکنم، تو نمیتونه تو از این کار، چون که خود هم پس همت هستیم، این کار من میتونم، نه تو هرگز این کار کردن میتونم، چی کردی که تو کنی؟ مردم میگه پارم باف ما میزنه، باز شکایت نکنیم از مردم که نفر بگیم تو این کار را کردن نمیتونی، چرا نکردیم؟ فقط برای مردم مثل اشرف غنی وعده ها دادیم، عمل نکردیم. بعضی مردم خواه گفته گپات احتیاط کن، آزادی بیان است، بگید بیان کنید، بر مردم آزادی بیان است. مردم علما رو توهین میکنن، مساجد توهین میکنن، پروانه در آزادی بیانه. باز علما چیز گفت، میگه نه آزادی بیان نیست، برای شما سلب آزادی هست. یعنی امروز میبین کاندیدا دروغ گفته روان است به مردم. اشرف غنی روز یک سخنرانی خود میگه اگر من باز رئیس جمهور شدم در مدت 2 سال تمام ولسوالی ها برق میرسه، در تمام ولسوالی ها برق میرسه، چند هزار مکتب میسازم، چند هزار مکتب، یک دو دانم نمیسازم. با یه گفتن چیز نمیشه، عمل. مردم دیگه فریب نمیخوره، و اگر فریب میخوره شاید کمی در ایمانش مشکل باشه. لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مؤمن واقعی از یک سوراخ 2 بار گزیده نمیشه. ولی بعضی امت ها از بارها گزیده شدن، هنوزم نمیفهمه. پنجم، از عمر خود با وجه درست استفاده میکنه. طلاب علوم بعد از 1 دقیقه متوجه باشه، از عمر خود به طریقه درست استفاده میکنه. خیلی جالب نیست که از یک جوان پرسان کنه که امروز در 24 ساعت چقدر مطالعه کردی؟ 24 ساعت چی میکنه که در طول هفته ما مطالعه نکردم؟ در دهنی که در 24 ساعت مطالعه صورت نمیگیره، مسواک استفاده نمیشه، لیاقت باز کردن نداره. روز یک جمله یک بزرگوار شنیدم، در دهنی که در 24 ساعت مسواک استفاده نمیشه و مطالعه با او صورت نمیگیره، چیزی خوانده نمیشه، لیاقت باز شدن نداره که دهن باز باشه. در ژاپن حد اوسط، تمام مردمشان حد اوسط در سال 86 کتاب مطالعه دارند، 86 کتاب. بین از جوانای امت اسلامی پرسان که در سال 86 کتاب مطالعه کردی، در 12 سال مکتب بدون کتاب مکتب خود مضامین اساسی هست. آیا مطالعه خارجی 86 کتاب داشتی؟ 86 سفر مطالعه نکرده. گیت خود نمیشه. امام نووی رحمه الله میگه امام نووی این کسی که ریاض الصالحین نوشته کرده، کتاب جهانی داره، چون که شخصیت جهانی بوده، فکر جهانی داشته. میگه من در 24 ساعت 12 درس را با تفصیل از استاد خود در 24 ساعت گوش میگرفتم. چند درسه؟ 12 درسه. ما 1 درس داریم، در درس ماظر نمیشیم، 1 درس. باز میگم ترقی پیشرفت کجا هست؟ امام نووی که امام نووی میشه 12 درس را از استاد خود با تفصیل در 24 ساعت گوش میگیره. ما تحمل 1 درس را گوش گرفتن نداریم. اون روز پنجشنبه می باشه، مثلا منبر بیداری 5 دقیقه بس ساعت سه کنم که وقت گذشت، ساعت سه میکنم طرف ساعت، به این خاطر که وقت شما ضایع نشود. و ششم، صاحب همت بلند برای دیگه مردم الگو می باشه. مردم که برات دخانه مثال میدن، میگه مثل فلان شخص باش، مثل فلان شخص باش، مثل فلان شخص باش. ولی خیلی درد داره که نفر کس بگه پدر برای کس بگه مثل فلان شخص باش. چرا مقدر ضعیفونه که پدر ما رو مثل فلان شخص باش؟ اصلا مثل کس نباش، خودت باش، بلند شو. هیچ کس حتی یک موقعیت برات تعیین نکنه مثل فلان شخص می باشم. اون یک شخص است، تو یک شخص هستی. ان شاء الله که مسلم خولانی است رحمه الله، اون میگه صحابه رسول الله، میگه شما فقط رسول الله را دیدین، این فضیلتتان هست. والله العظیم در عبادت شبتان رقابت میکنم. این همت گفته میشه. گفت شما صحابی رسول الله هستین، در شما رسیدگی کردن نمیتونیم ما، اما این بیاد داشته باشین که در عبادت با شما با خودتان رقابت میکنم. میدخونه میشه که با گفتن بگیم که من با فلان نفر رقابت میکنم، او درس میخونه، او مطالعه میکنه، او زحمت میکشه، تو خواب هستی. با پدرش ولم رقابت میکنه. نه، با پدرش نکن، با خودش رقابت کن. هفتم، تغییر سرنوشت ملت ها و افراد، که سرنوشت افراد را تغییر میده. انسان های بلند همت تغییر میده. حتما بلند همت یک جای بوده که تغییر سرنوشت داده، مردم را مسیردهی کرده، که مسیر برای مردم انتخاب کرده. مردم در یک جای در تنگنا قرار گرفته، گفته این مسیر هست، حرکت کن. این راه، ناامید نباش، راه بسته است. نه، بسته نیست. اگر بسته می بود میگه دروازه است، دروازه قفل هست، نمیشه باز. اگر دروازه باز نمیشد، باز در جایش دیوار میگذاشتن. برو حرکت کن، قفلش، قفل از کلیش پیدا کن. باز اگر ما کلی رو امتحان میکنیم، یک 5 کلی رو امتحان میکنیم، در ششمش میرسیم دیگه نمیشه. شاید ششم کلی باشه، اون کلی باشه. اسباب مترقی ساختن که آخرین عنوان هست، چی قسم بخوایم بتوانیم که ما خود را بلند همت بسازیم. خیلی سخت است همت بلند ساختن، خیلی سخت که آدم بلند همت باشه. اکثریت اوقات میگم نمیشه، خطرناک است، امپاسیبل، ناممکن است. امپاسیبل شد دور کو، پاسیبل، ناممکن را دور کو، ناشد دور کو ممکن. در داخل ناممکن هم یک ممکن وجود داره، حرکت کو. همین نایز رئوس کو، ما فقط متوجه همین ناش هستیم. نای کلام کلمه را نمیگیم ممکن، نایش رئوس رو. تمام مشکل امت اسلامی دمینا هست، ناممکن، غیر ممکن. تو با فلان شخص، تو با فلان کشور. مجاهده و تلاش اولین راهش است. سعی و تلاش باید داشته باشیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم جاهدوا. سعی، کوشش، زحمت، پشتکار، پیکار. فینا در راه ما، لنهدینهم سبلنا. خامخا لام تأکید هست، نون از برای تأکید. خامخا اینها را من راه میدم، راه ها را نشان دادم، یک راه هم نگفته. والذین جاهدوا، به شرطی که جاهدو باشه. اگر جاهدو نباشه که این تو نمیشه که من لنهدینهم سبلنا، اینها را من راه نشان میدم. نه، اول قید جاهدو رعایت کن. دوم، عیسی بن موسی، پیش از که شماره دوم تشریح کنم، عیسی بن موسی میگه من 30 سال قصد کردم که در خوردن کوبیده بازاری، اینو من در کتاب خواندم، نمیفهمم کوبیده بازاری چیست، شاید یک نوعی از غذای بازار باشه. گفت من 30 سال زحمت کشیدم که با رفقای خود در خوردن از این غذا اشتراک کنم. گفت نتونستم اشتراک، مدت 30 سال کوشش میکردم، چرا نمیتونستم اشتراک؟ گفت من صبح وقت بعد از نماز صبح در دست حدیث رسول الله می نشستم، میرفتم که استاد من درس حدیث میداد، دوجه میرفتم برای درس. به خاطر درس رفتن من 30 سال نتونستم که بخورم. و روز یک نفر پرسان میکنم چرا در درس نبودی؟ من جای در خوراک مصروف بودم، نتونستم. آماده واضح نمیگم که بس خوب نیست. چرا نمادی؟ والله من امروز خواب برده بود، نشد. عادی نشد. چقدر عادی، چقدر گپی عادی است. نه، نشد. امروز مکتب نرفت، نشد، حالا خواب برده بود. جالب نیست، خیلی خنده‌دار هست. من کمی از طرف شب بخواب شدم، نتونستم صبح ما صبح قضا شد. تا عادی میگذره، قضا شد. این خیلی خنده‌دار هست. دوم، دعای صادقانه. یگانه چیزی که از ایام طفولیت ما، والدین خود، از پدر مادر خود یاد گرفتیم، دعا هست. در هر مورد دعا، 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 دعا. والله العظیم کو را برات سوراخ میکنه. گفته امام شافعی رحمه الله، تیری که در نیمه شب، تیر دعایی که در نیمه شب پرتاب میشه، هرگز هدف را اشتباه نمیخوره. ما یک دفعه دست خود به پیشگاهی او ذات بزرگ بلند کنیم که خدای کار بزرگ برای من کوچک و آسان کن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الفقر والكفر. يعني دعاء بكم كي الله مر از كسالات، از تنبلي، از سستی نجات بدهی. دعاء کو بر پروردگارت والله تو رو برساند که کار ناممکن برات ممکن میشه، محال برات ممکن میشه. ما یک لحظه بر پروردگار خود سر خم نمیکنیم، سر به سر در نمیگذاریم. تو مشکلات دارم، فامیل من اینطور کرده، اقتصاد من این رقم است. تو یک دفعه پیشگاه الله خم شو، یک دفعه زحمت خوب بکش. الله برات میگه ادعونی استجب لكم، شما دعا کنید که من براتون استجابت کنم، قبولش کنم. ادعونی، از من بخواین. الله خشمگین میشه از او بنده ای که از الله چیزی نمیخواه. ما کار در نزد ما ناممکن است، در نزد الله ممکن است. یک از رفقای ما در صف نشسته، نامش رو بگم، افتخار از قاری منیب. یک کورس آموزشی ساختم و براتون باز در اخیر تشریح میکنم ان شاء الله. کیمیا و فیزیکش درس داده میشه. در کابل آمده بود، من در اتاق بودم، گفت بعضی کسا میگن نمیتونی تو فلان نمیتونی، امروز درس میده، درس داره اونجا، درس شروع کرده، آغاز کرده، جای کورسم از درسم از با تنهایی خود آغاز کرده، میگه نمیشه. کاش که مرفقایش که میگفت نمیشه مو یک دفعه بگه که نشد. نشد. دعای صادقانه بکنید، والله الله شما را میرسانه. در این جمع یکی از دوستای من نشستگی هست، نامش نمیگیرم که ریا از اون نشوه. گفت گاهی اوقات من از دیگه کسی که حکایتو شنیدم، چند دفعه زحمت کشیده، یک دفعه کتب مال جو کابل، دیگه دفعه بالاخره گفت گاهی اوقات که رفقای ما در اتاق نمی بود، گفت خوب دل خود یخ میکردم، خوب دل خود یخ میکردم که امروز در اتاق کس نیست، من مسافر هستم، در کابل برای درس آمدم، امروز طب مال جو کابل بلندترین نمره کدر هست، در طب مال جو کابل کدر هست. گفت دل خود خوب در اتاق یخ میکردم، یک دفعه دلتون یخ کنه یک جای. هیچ کار ناممکن نیست، والله العظیم میشه. به کوچکی خود، به عدم پولداریتان، اینو مشاهده نکنید که من پول ندارم و فلان ندارم. سال گذشته از او پیشتر فقیرترین، شاید من خیلی فقیر بوده باشه، اول مرای کنکور نبود، از جمله فقرا نبود، خانهش خانه گلی. فقر مانع درس نمیشه که تو بلند همت باشی. درست از پولداری خوب است، اما این تعلق به همت خود انسان داره. دعای صادقانه کنیم، خدای مرا برسان، من در این حساب مشکل دارم، نمیتونم، من از گناه خود را دور کردن نمیتونم، یا الله مرا کمک کن. سوم، اعتراف بدون همتی. اعتراف باید داشته باش که من دون همت هستم، ما اعترافم نمیکنم، نه من هدف دارم، تو هدف دارم، میرسانم خود را. اعتراف کو که نمیتونی، اعتراف کو که من پس همت خود را حرکت بده، جاهایی که نقص داری و اشتباه نقص را به کمال برسان، اون نقص را منفی را دور کن، مثبت شو، حرکت کن. چهارم، مطالعه احوال پیشینی ها سبب مترقی شدن همت ما میشه. علی بن حسین بن حسن بن شقیق میگه در یک شب سرد زمستانی من از مسجد با عبدالله بن مبارک بیرون شدم. شب سرد زمستانی بود، از مسجد بیرون شدم، شب بود. گفت از دروازه مسجد که بیرون شدم، عبدالله بن مبارک از این موقعیت استفاده کرد، یک حدیث رسول الله را به من رساند. گفت ما از موقعیت استفاده کردم، حدیث من برش رساندم. گفت یک گپ ما از شروع شد. در صحن مسجد استادم، شب خیلی سرد استاد هستیم. گفت قد یک دیگه ما مباحثه میکنیم که نکات حدیثی چی، حدیث از کی است، چه قسم است، راوی حدیث کی است، حدیث از نگاه سند خود، از نگاه متن خود، آیا صحیح است، نادرست است، چه چیزا از استنباط میشه، کدام احکام از گرفته میشه. گفت میگم بودیم که مؤذن اذان صبح را گفت، مؤذن اذان صبح را گفت. این مطالعه احوال پیشینیا هست، پیشینیا این رقم مردم بودن. ما که شب میریم که یک روز خسته باشیم، امروز شب کار خود را مطالعه که داریم که باید ما 3 صفحه مطالعه کنیم، 3 صفحه شب مطالعه کنیم، والله امروز خسته هستم دیگه، درس امروز نمیخونم. یک روز کی مولا میشه، در یک روز کی مولا میشه. محمد بن علی سلمی به حافظای قرآن گفته میشه. محمد بن علی سلمی میگه ما یک شب سحرگاه از طرف سحر پیش از نماز صبح، گفت از خانه خود خارج شدم که برم نزد یا در محضر ابن اخرم، از او یکی از قرای مشهوری هم وقت خود بود. گفت یک کمی قرآن بر از او بخوانم، کمی قرآن مرا استماع کنه، گوش بگیره. گفت امروز رفتم نوبت گرفتم، مثل مردم برای پاسپورت نوبت میگیرن، ساعت 2 بجه شب، 1 بجه شب در کابل مردم پشت دروازه های همون جایی که پاسپورت توزیع میشه مردم میره که پاسپورت بگیره. گفت من تو رفتم که شاید اولین نفر ما باشم که درس حفظ قرآن حاضر شوم، درس حفظ قرآن اولین نفر باشم، برام یک درو که تلاوت کنم برای از او. گفت وقتی که رفتم که 30 نفر از مکه پیشتر در وقت خود رسان داده درس حاضر است. محمد بن علی سلمی میگه 30 نفر از من مقدمتر حاضر است او درس. گفت امروز تا عصر منتظرشم که یک درس ایتونه که رفتم که 30 نفر نشسته، گفت دیگه نمیشه برام بخیر. گفت تا عصر منتظرشم، عصر ما درس خود تیر کردم براش. ما چه قصادی میگذاریم. پنجم، مصاحبت و همنشینی با صاحبای همت، با کسایی که بلند همت است با اونها همنشینی کن. او کسی که میگبرت نمیتونه دشمنت است، اگرچه بگه I love you، دوستت دارم، خیلی شیرین هستی، خیلی دوستت دارم، از جانم کده بیشتر، دروغ میگه. او کس جانت بیشتر دوست داشته باشه، وزو نمیخواد که به طرف رکود و سقوط مواجه شوی. باز اندکترین اشتباهی تا نبذار که نه این کار نه جانم هستی و فلانم هستی جان نمیشه. از این تو انسان هایی که میگن نمیتونه فرار کو یا او رو وادار به یکو بگید میتونه هر دویتان حرکت کو. ما مو دوست خوب دوست میگه که در هر مورد قد ما موافق باشه. دیگه امروز درس نریم خواه. امروز پانتون نمیریم، روز اول پانتون است، روز اول مکتب است، شاگردان ما در موتوم نمیریم. خواه نمیریم مشکل نداره. مشکل نداره نمیریم. هیچ پروا نداره. میگه سخت دوست صمیمی دارم هر گپ مرا قبول میکنه. عجب دوست صمیمی. این مار است، ظاهرا خیلی زیبا هست، ظاهرا خوب نرم است، خوب دوست نرم است، زیبا. بعضی مارها خیلی زیبا و قشنگ است اما درونش کلش زهر است. متوجه باشی ظاهرا خوب نرم است، خوب احساس نرمی میکنی با او، خوب احساس میگی خوب زیبا، خوب قشنگ، زیبا و لباس پوشیده و خیلی زیبا است و فلان است و فلان است اما درونش زهر است. متوجه باشی. ششم، تجدید نظر و رعایت اولویت ها. تجدید نظر کنیم در پلان خود ما کدام طرف روان است. یک تجدید نظر که خود بشکی چی کار میکنه؟ رعایت اولویت ها. یوسف قرضاوی کتاب داره در مورد اولویت های اسلام. ما کدام کار اول انجام بدم؟ آیا ساختمان خانه ای که ما زندگی میکنیم، ساختمان ازیر جور کردن و بنا کردن این ضرور است یا ساختمان عقیده فرزندای خود رو بسازم؟ کدامش ضرور است؟ ما اول اون ساختمان رو میسازیم. اگر در داخل زبی نماز، بد اخلاق، انسانهای مستبد، مستکبر، بدبخت در بیشت پروا ندارم. من چی کنم؟ در زیر خیمه زندگی کنم. ساختمان عقیده فرزندایت باید جور باشه. امروز فرق کرده با وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم. او زمان مساجد گلی و خاکی بود، انسانهای سنگی داخل زندگی میکرد. امروز مساجد سنگی شده ولی انسانهای خاکی و کلوخگونه دور از شما داخل زندگی میکنه. اولویت ها را در نظر بگیریم. به کدام کار کنم؟ کدام کار برای من ضرور است دیگه فعلا؟ آیا خواب ضرور است یا یک درس ضرور است؟ آیا انگلیسی یاد گرفتن برای من ضرور است یا کامپیوتر یاد گرفتن برای من ضرور است؟ کدامش اول؟ این متوجه باش. امروز انگلیسی خواندن هم قدر کار کرده دشمن که انگلیسی را به جای رسانده. انگلیس خود اینترنشنال یا بین المللی کرده. او کار کرده، مجبور است که امروز یاد بگیری. 5 سال بعد اگر انگلیسی و کامپیوتر یاد نداشته باشی بی‌سواد هستی. بی‌سواد خو یک زمان کسی نمیگفت خط و قلم یاد نمی‌داشت. 5 سال بعد که انگلیسی و کامپیوتر یاد نشه بشی بی‌سواد گفته میشه دیگه. عادی نیست. معیار با سواد بودن و غیر سواد بودن این فرق میکنه. دراینده ها شاید انگلیسی و کامپیوتر رو بی‌سواد بگویه. و هفتم، آخرین شماره، در مسیر نیل به کمالات در پی تحصیل باید باشیم. ای که ما به کمالات خود میرسیم 100% در ذهنش باید تحصیل علم داشته باشیم. ما یک عادت داریم که یک کمی درس یاد میگیریم دیگه نمیریم که برای یک استاد دیگه بنشینیم از او درس یاد بگیریم. هیچ وقت خود را از مردم بزرگ احساس نکنید که من دیگه رسیدم. میلیون ها نفر، لک ها نفر از تو که در سویه علمیش بلند است، لک ها نفر تقویش از تو که در بلند است، لک ها نفر انفاق و اخلاص و دیانت و مردانگی و شهامت از تو که در بلند است. ما فقط هم پس همتا را نظر میکنیم از یک چند نفر که خو بلند هستم و هزارها نفر و لک ها نفر که از تو که در بلند است رو نمیبینی. و فوق کل ذی علم علیم. بالای هر عالم یک عالم دیگه وجود داره. عادتتان باشه اگر دکتر هم شده، پی اچ دی هم گرفتن، برین یک جای تلمس شاگرد باید باشین. همیشه یادتون باشه من یک کتاب خواندم، همیشه باید شاگرد باشین، همیشه باید درس بیاموزین، درس بخوانین. ابوالعباس ثعلب میگه من مدت 50 سال ابراهیم حربی رو ندیدم. مدت 50 سال ما ایزو هم درس بودیم. در مدت 50 سال ایره ندیدم که یک روز در درس صرف و نحو غیر حاضر باشه، در درس فنون غیر حاضر باشه. یک روز بریم حاضری مکتب ببینیم، حاضری کاری خود را ببینیم. در هفته 3 روز ما چرا پس ماندیم؟ چرا مردم مرا تحویل نمیگیره؟ چرا در خانه ارزش ندارم؟ ما پیشتر براتون گفتم کار کسی که کار تجارت خود را 1 ساعت پیش از مردم آغاز میکنه، 1 ساعت به تأخیر ختم میکنش. روزی از 35 ساعت است شبانه روزش، سالش 420 روز است. حتی کارت 1 ساعت پیش شروع کن. برکت امت رسول الله هم دیگه است که کار را در صبحگاه‌های اول صبح آغاز بکنه. بکور که میگاش. پس بین یک کمی بلند همت باشیم، یک کمی در خود تغییر ایجاد کنیم. اگر همینقدر فکر در این مورد دمی درس برای ما پایدار نشده باشه، سرستای قلب خود کم کار کنیم. کم انگیزه برای ما پایدار نشده باشه که من چی کار میکنم. اگه یک هدف تا اینجا نگرفته باشه که من چی باید، یک کار، یک هدف باید داشته باشه، پس این موجودیت ما در اینجا شاید تو چندان با معنا نبوده باشه. کمی تغییر کنیم، در خود تغییر ایجاد کنیم، در خانواده خود تغییر ایجاد کنیم، در فامیل خود، در جامعه خود، در امت. به ما نیاز هست. والله العظیم امروز مردم درد داره، امروز مردم پریشان هست. یک جایی از امت اسلامی خود تو دردش التیام کرده میتونه دست به دست هم بدیم حرکت کنیم. امروز ما ذلیل هستیم، مردم ما را ذلیل کرده روان است. در اقتصاد خود به نهایت ضعیف، در فرهنگ خود نهایت ضعیف. دیگه مردم ما را اخطار میده، دیگه مردم ما را چلی میمونه، میتونه دست زیر علاشان نشستگی است، میبریم تماشا میکنیم. همه چیزها برای ما عادی شده. در اخبار میبینیم 100 نفر در فلان جا کشته شد، آله امروز 100 نفر کشته شد، عادی. هو عبرت هست. این اخبار عبرت گرفتن از درس میگه که ما کنم سوق به کدام طرف سوق داده میشیم، به کدام طرف، به کدام مسیر حرکت داریم. این دردایی که امروز تو به طور مثال احساس مسئولیت نمیکنیم، دردش باز میبینیم. این به یادتان باشه. یک کاری اگر در کار اخروی مصروف شدن میتونیم، برای کار دنیوی رو آغاز کنیم، یک تجارت برای خود شروع کنیم، یک بردوزی حتی شروع کنیم. بردوزی هیچ فرق نداره، اما که نه با کار دنیا مصروف باشیم، نه با کار آخرت مصروف باشیم. از او که در زیر زمین خوب، از او که در سر زمین بگردیم. اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده، اگر ناحق گفته باشم سهم شیطان بوده. ده حق خو انشالله کس خفه نمیشه که خفهش پروا هم نداره. ما همیشه ایر بایدتان داشته باشیم. گاهی اوقات بعضی کسا میگه از حق کم عقب نشینی کنیم. هرگیز نه، هرگیز نه، به هیچ عنوان نه. کم احتیاط کنین. احتیاط درست است با حکمت، اما هرگیز از مسیری که انتخاب شده، از مسیر دعوت، یک قدم هم عقب مانی نیست. گفته عمر مختار لن نستسلم، ما تسلیم نمیشیم، یا میمیریم یا پیروز میشیم. این مسیر هست. اینمی هدفتان باشه، نه در قصه ایزی باشن که در فامیل کس ممانعت ایجاد میکنه، نه در جامعه کس ممانعت ایجاد میکنه. کارتان رو ادامه بدن. ده ایجا نشد یک جای دیگه، ایجا نشد یک جای دیگه، اوجا نشد یک جای دیگه. اگر مدینه کس ممانعت دعوت ایجاد میکنه، برو طایف سفر کن. سرزمین سرزمین امت هست، سرزمین ما و شما هست. غمگین و پریشان نباشین، از خود تحول و تغییر ایجاد کنین، در خانوادهتون تحول و تغییر ایجاد کنین. درس بخوانین، حرکت کنین، با انرژی باشین، ورزش کنین، بخوابین، تفریح کنین، اما به طریقه‌اش. تشکر میکنیم از توجه شما، از حوصله‌مندی شما تشکر.